اینجا چی داری؟ نه. سلام، خود خودفاتی هستم و به چنل من خیلی خوش اومدید. امروز اومدم بالاخره و پس از مدت ها، البته دروغ میگم، تصمیم نیست که خیلی وقت بوده مثلا گرفته باشم و هی نشده انجام بدم، نخیر، همین جدیدنا تصمیم گرفتم و الان میخوام براتون روم تور بگیرم. و اینکه اصلا کار ساده‌ای نبود، از این لحاظ که اتاق من ترکیده بود، باید همه جا رو مرتب میکردم. کشوها رو چندین ماهی بود که بهشون دست نزده بودم و چون میخوام توی کشوها رو بهتون نشون بدم، باید همه شو مرتب میکردم. و این گونه بود که چند روز پشت سر هم مینا جان دوستم میومد کمکم و با هم مرتب میکردیم و از همینجا ازش تشکر میکنم، خیلی متشکرم. و دیگه بیشتر از این نمیخوام حرف بزنم، زودتر بریم شروع کنیم. Let's go. خب بچه ها، از در اتاقم شروع میکنیم که بریم داخل قشنگ بهتون نشون بدم. یه نکته یا نمیدونم بدونید یا نه، اینکه در اتاقم من ریموت دار کردم برای اینکه خب راحت تر بازو بسته بشه و یه موقع کسی در اتاقمو باز گذاشت یا خواستم ببندم بازش بکنم، راحت تر بتونم این کارو انجام بدم و نخوام از جام پاشم. و بریم که درو باز بکنیم و بریم داخل. خب وارد اتاق میشیم. یا امام زمان، اینم از ریموت. بچه من ماهی 5 میلیون میگیرم و در اتاق فاتیو باز بستیم. از شغلت راضی؟ خیلی هم عالی. خوب میگیر؟ نه خیلی کم. آخه باش فکر میکنم ریموت تو کامل تا باش بگیر حقوق من زیاد کنه در بعد. خیلی هم نرم این کار رو انجام بود. مورد علاقه اتاقم شروع میکنیم، اونم این قسمت، چون که خیلی براش زحمت کشیدم. تا بالا رو هم نشون بده لطفا و حالا میریم قشنگ از نزدیک بهتون نشون میدم. خب این قسمت رو قطعا بک‌گراندم توی ویدیوام دیدین، حالا بخوام براتون توضیح بدم. این گلدونه یه گلدونه شیشه‌ای توش بود، یا بفرس گوشیم داشت میفت. این یه گلدونه شیشه ای توش بود، چند وقت پیش پام خورد بهش و افتاد شکست. منم این گلدونه رو با زور گذاشتم اینجا. حجت هم سلام میکنه، راستی با هم آشتی کردیم و قبونیش برم دختر قشنگ. برو بخواب، برو بخواب. همونجور که میبینید من اصلا در زمینه رسیدگی به گل خوب نیستم و این داغون شده کلن. اینا هم که گل خشکه و اینم مصنوعیه، اونم جای اودیه و اینم خودم کشیدم. فکر نکنم حدسش زیاد سخت بوده باشه، از بس داغون. یه کشوی پاتختی داریم اینجا، بذارید من اینو برش دارم. یه کشوی پاتختی داریم اینجا که ببینیم توش چیه. وای توش مازه ماما، خوراکی. فکر نکنید من همیشه خوراکی هم اینجاست، نه، من اینو از تو کابینت آوردم گذاشتم اینجا برای نمیدونم، حس کردم همه از این کارو میکنن. حالا همچه علاقه ندارم خوراکی هم تو اتاق باشه، چون نمیخوام دم دستم باشه همش بخورم. اینا هم همینجوری الان گذاشتم اینجا، یه چیز خاصی هم نیست، اصلا خوشمزه نیستن. بچه گفته برو بخواب. قه کردی مامان، قه کردی قوبونی. خب اینم از پرده‌های اتاقم. به نظرم اگه به جای دوتا سه تا می بود یا عرض پرده بیشتر می بود که چیناشون خیلی قشنگ‌تر بشه، خیلی بهتر می شد. ولی خب متاسفانه اونجایی که بهش سفارش دادیم حس میکنم یه ذره کمکاری کرده. به این الیاف هم توجه نکنید، مال اون ابرز که درست کرده بودیم. به اینجا عکسش میذارم براتون اینجا. اگه ویدیو آموزش رو ندیدید و دوست دارید که ببینید، میتونید برید داخل چنل. و اصل کاری اینی که دل و رودش اومده بیرون، دلیلش چیه؟
من هرچی رو اینجا میزنم توی پریز بعد از اونور میام رد بشم بیام اینجا، هی پام گیر میکرد بهش و این هی کشیده میشد بیرون و از یه جایی به بعد من دیگه نزدمش جا، چون که هی دوباره میومد بیرون و یه جورایی هم داغون شده بود. خب اینم از تختم که زیاد چیز خاصی نیست، خیلی ساده است. و اینم از حجت، یه ذره قهر کرده بچه ولی اب نداره، آشتی میکنه. میایم این سمت و میرسیم به میزاینه. حالا کامل همه رو بهتون نشون میدم. در رابطه با این دمبله یک کیلویی هم بهتون بگم که من از این استفاده نمیکنم، اینا رو برای یک کلیپ آورده بودم. بله. خب اول از میزاینه شروع میکنم و بعدش میرم سراغ این، چی بهش میگن؟ قفسه؟ کشو هم داره البته. نمیدونم، میرم سراغ این کناری. این اینجا چیکار کنم؟ بزن بریم. خب این نمای کلیشه، خیلی براش زحمت کشیدم و این شکلی نبود. کلی با مینا البته براش زحمت کشیدیم که خوشگلش بکنیم. خب کشوی اول. خب از اینجا شروع بکنم. اینا وسایلیه که من بیشتر مواقع برای میکاپ روزانه ازشون استفاده میکنم، برای همین اینجا گذاشتم که دم دست باشن. کرم پودر رو، اسم این چی بود؟ اسمش چی؟ قیمتش هم نکندم من، فقط 330,000 تومن من پول اینو دادم؟ امکان نداره. کرم پودر رو، این ای چی بود اسمش؟ این چی بود اسمش؟ مینا! هیچ یادم اومد. پرایمر، کانسیلر، پودر فیکس، بیوتی بلندر، ژل ابرو و تینت. میرسیم به بعدی که اینجا این تل به اینا میگن. آره این تلای هوله‌ایه برای میکاپ و چه میدونم صورت رو میخوایی تمیز بکنی، اون استفاده میشه، کلن به کار میان. و میرسیم به آخری که اینجا من بیشتر وسایل پارمیدار رو گذاشتم. دستبنداش، این مال کلیپیه که عروس شده بود، گوشیش و اینجور چیزا. خب میریم سراغ کشو دوم. واو خیلی سر این کشو زحمت کشیدیم ما دوتا. اینجا خیلی ببین خیلی ها. از اینجا بخوایم شروع بکنیم، اینجا این نو من درست کرده بودم، بذارید از کنار بهتون نشون بدم. واو آره گیر سر و چه میدونم اینجور چیزام، این قسمت کلیپس و کشمو و از این گیره مشکی ها و این چیه؟ از اینه که کره یا اینجوری میزنن تو موهاشون، چوش کنه. آره خب من تا حالا باش آشنا نشده بود، اینجوری تو دوربین ندیده بودمش. خب اینجا اکسسوری و گردنبند و گوشواره و هویج و گرز فرنگی. اینا گوشوارن همشون، این سه ردیف که اینا با هم سه تن، دوتا دوتا. این چکشه خیلی قدیمیه، فکر کنم اینو هنرستان بودم گرفتم. این افه که رفته اون زیر و هیچی ازش معلوم نیست، این دیگه خیلی قدیمی تره. یعنی اینو یا دهم بودم یا نهم بودم رفته بودیم باغ بانوان، من از اونجا گرفتم. این آرم راستیتش من هیچ وقت برای بیرون دست نکردم و بیشتر برای کلیپام هی گرفتمشون. این پیشی ها رو خیلی. اینا هم بلوی این سه تن با هم و یکی از دوستان برام هدیه گرفته بود. آها این گوشواره هارم همون دوستم برام هدیه گرفته بود، از همینجا دوباره ازش تشکر میکنم. قبلا هم تو استوری چند بار تشکر کرده بودم. آها اینو من خریده بودم ولی ندیده بودمش، داشتیم مرتب میکردیم تازه پیداش کردم و حتی قیمتش هم نکندم هنوز. 78,000 تومان خریده بودم اون روز که خریدم، خیلی به نظرم جالب میومد، هنوزم به نظرم جالبه. بذارید دست کنم. خب من اینو دست کردم به این صورته، میبینید انگار اصلا با دست و دستش و دومش منو بغل گرفته گوره خره. به نظرم خیلی باحال بود، حالا نمیدونم دقیقا کجا میشه ازش استفاده کرد ولی باحال بود به نظرم. خب قسمت آخرم که دیگه چیز خاصی نیست دیگه، از همین اکسسوریه ساده است و همین. بخوام بگم از کدومشون خیلی خوشم میاد، از این ست و این گوشوارا. خب میریم سراغ کشوی سوم. از اینجا بخوایم شروع بکنیم، خیلی چیزا اینجا هست. یه عالمه ریمل داریم که همشون تموم شدن ولی هنوز تهشون در نیومده، پس گذاشتیمشون برای روز مبادا و واقعا ازشون استفاده میکنم. خط چشمای رنگی،
این قسمت اینا زیرشون انواع روژهای مایه رو داریم که من برای استفاده روزانه هیچ وقت استفاده نمی کنم و همیشه تینت میزنم، مگه اینکه برای ویدیویی چیزی بخوام نقش کسی آبازی بکنم و مجبور بشم که حالا گیریم بکنم. اینجا یه سری براشی رو داریم که جا نشده بذارم تو اینجا و گذاشتم اینجا. لنزامو داریم، لنزه مثلا از این مشکیایی که چشمو بزرگ میکنه، اینم حالت عسلی طوره. اصل. این همین لنز چرنگی سبز توسیه چیه؟ همینه که بیشتر مواقع میذارم، از بقیهشون زیاد استفاده نمی کنم. قسمت آخرم که موژه ها رو داریم، موژم زیاد استفاده نمی کنم، باز مگه اینکه بخوام شخصیت خاصی رو بازی بکنم اون موقع موژه میذارم. دو تا لنزم اینجا دارم، اینا رو نگیده بودم. ای قرمزم، این برا سریال چی بود؟ ثانیه. این برا اون اوکی. خب و اما بریم سراغ این کشوهای پایین و ببینیم که اینجا چی هست. قبلش حواسم نبود، بذارید اول روی اینجا رو بهتون نشون بدم بعد بریم سراغ کشوهای پایین. خب اینجا چیزای خاصی نیست، ضد آفتاب، آبرسان، این چی بود اسمش؟ کلاژن و یه سری چه میدونم اسپری‌های بدن و تونر و اینجور چیزا. اینجا هم که براشامه، براشای بزرگم گذاشتم اینجا، براشای کوچیکم اونجا که کوچیکا بین بزرگا گم نشه. و اونجا او ببینید اینجا چی داریم، ژلمو. اینم بعضی وقتا برای کلیپام خیلی به کارم میاد. و این آینه خیلی کوچولو. از این کشو شروع میکنیم. اینجا سایه هامو گذاشتم، نبینید الان مرتبه، تا چند ساعت پیش همشون کله هم بودن و تمیزشون کردم، دستمال کشیدم و مرتب گذاشتمش اینجا. این خیلی باحال رسید. این شاین خیلی خوبی داره، این شایناش خیلی خوبه. و همین، بخوام بگم از کدوم سایه بیشتر استفاده میکنم. والا یه پلت سایه داشتم خیلی ازش استفاده میکردم، چون خوش افتاد شکست، جدیدن از این استفاده میکنم. بستگی داره چه رنگی نیاز داشته باشم دیگه. کشوی بعدی، وای خدوی اینو، اینم یکی از دوستان برام گرفته بود. یعنی قضیهش این بود که بذارید براتون تعریف کنم. ما رفته بودیم بیرون و داشتیم از جلوی مغازه رد میشدیم و من برگشتم گفتم که ای چقدر این دوربینه کیوت و خوشگله، و گفتش که خب بیا بریم برات بگیرم. من اینجوری بودم که نه بابا نمیخوام، ولی خب رفتیم توی مغازه و واقعا خودم میخواستم بخرم، یعنی نمیخواستم که اون بخره، ولی نخریدیم چون تصمیم گرفتیم که آنلاین سفارش بدم، میتونه خیلی مناسب تر باشه قیمتش. و اومدیم و خودم سفارش ندادم و بعد چند وقت که دیدمش برام خریده بود دوردش و از همینجا ازش تشکر میکنم، واقعا خیلی دوستش دارم و خیلی سورپرایز شدم. خدای خیلی کیوت نیست؟ راجبه کار کردنش هم بخوام بهتون بگم، حالا شاید بدونید خیلیاتون، به این صورته که باتری میخوره و یه سری فیلم ها میذاریم داخلش و چاپ فوریه، یعنی فیلم ها رو میذاریم داخلش، عکس رو میگیریم و بعد چند دقیقه عکس رو ظاهر میکنه و عکس هم این سبکی میشه. بسید حالا این عکس زیاد خوب نیفتاده، نور خوب نبود، ولی حالت بالی پیدا میکنه و اینکه دوربینم برعکس گرفته بودم من، اینجوریه درست. خب و اما میرسیم به این قاب های گوگولی مگولی که کم پیش میاد ازشون استفاده بکنم، نمیدونم زیاد علاقه ندارم. او اینو یکی از فالوورها لطف کرده بود، منو کشیده بود، نگاه کنید کشیده اینو لایه به لایه و برام فرستاده بود. بذارید براتون توضیح بدم اینو چقدر سخته. اینو در اصل روی اینجا نکشیده، بلکه داخلش کشیده و برای اینکه بتونه اینجا درش بیاره مجبوره لایه لایه و یه جورایی برعکس بکشه. نمیدونم متوجه میشید چی میگم یا نه، ولی کار خیلی سختیه به نظرم و واقعا ازش ممنونم، خیلی زیبا شده. میذاریمش سر جاشون و در این کشورم میبندیم. این چقدر گوگولیه؟ نه خیر. میریم سراغ کشوی سوم. خب اینجا چیز خیلی خاصی نیست، بیشتر این کارتون مارتونای چه میدونم این وسایل، یه سری کابل هست، چند تا میکروفون دارم اینجا و بیشتر همین کارتونای وسایل مختلف رو گذاشتم اینجا.
راستی خرسمو نگاه کن. خیلی خنگه. تو خیلی خنگی. تو خیلی خنگی. میریم سراغ کشوی بعدی. واو. خب اینجا عینک هایم رو داریم در شکل ها و رنگ های مختلف که خیلی هم زیاد ازشون استفاده نمی کنم. بیشتر از این عینک استفاده می کنم. این عینک طبیمه. از این دوتا. و به درد میخورن. اینا هم برای ویدیو گرفتن خیلی وقتا به درد میخورن. قدیمی ترین عینکی که اینجا دارم فکر کنم اینه که برمیگرده به زمانی که فکر کنم نهم بودم. یعنی میشه چند سالم؟ 15-16 سالم. و اینو فکر کنم رفته بودیم بیرون با داداشم. داداشم برام خرید. درست یادم نمیاد ولی فکر کنم داداشم برام خرید. اون موقع فکر کنم چه میدونم 30 تومن 50 تومن اینجورا هم بود قیمتش. میبندیم در این کشو رو هم. خب بریم سراغ کشوی یکی مونده به آخر که اینجا همینجور که مشاهده میکنید چه میدونم اوتومو و بابلیس و سشوار و انواع شونه ها و برس و اینا هست. خیلی هست. کار بهشون ندارم. این از اینایی که داغ میشه بعد مثل برس مواتو باشونه میکنی و موات صاف میشه. حتی من خیلی وقت کلا از هیچ کدوم اینو استفاده نمیکنم چون موامو جدیدن نه سشوار میکنم نه اوتو میکشم. و اما میریم سراغ کشوی آخر. خب ما این قسمت چیزای مراقبت پوستی و هر چیزی که به پوست و اینا مربوط باشه رو بیشتر داریم. اینم بهتون بگم که اینا همشون خالی هن و فقط توشون این نمیدونم یا این پره و بقیه رو همینجور دکوری گذاشتم. اینا هم که از اینان که ماسک درست میکنین رو میندازین توش جذب میکنه به خودش بعد میذارید به صورتتون. ماسک ورقه ای داریم اینجا. از این فیس واش برقی ها داریم. از اینا که بلبلک ها که باش صورتتون میشورید. البته من اسفنجی توش رو برای یه کاری در آوردم. اینجا یه عالمه تیغ ابرو داریم. حالا اینکه چرا اینا انقدر زیادن رو میگم براتون. خب داستان این که این همه تیغ ابرو دارم اینه که من در اصل تا چند ساعت پیش فقط یه دونه تیغ ابرو داشتم و تمام اینا رو گم کرده بودم. ولی خب اینجا رو که داشتیم مرتب میکردیم من یه عالمه تیغ ابرو پیدا کردم. و خب استفاده ایم که از این تیغ ابرو ها میکنم، یک برای شیو کردن صورت و دو برای مرتب کردن ابروهامه که بیشتر بالای ابروهامو باهاشون تمیز میکنم. و در رابطه با شیو کردن صورتم بخوام بگم به نظرم این تیغای صورت مطمئن ترین و ایمن ترین و بهترین راهیه که شما میتونید صورتتون رو باش شیو بکنید. درست گفتم؟ آره. و اینکه من خیلی وقت که صورتمو اینجوری شیو میکنم و هیچ مشکلی با این موضوع نداشتم. خیلی خوب بوده، نه پوستم جوش زده نه چه میدونم اذیت شدم و خیلی هم راحت بوده. اینی هم که میگن موهای صورتتون زخیم میشه من اعتقادی بهش ندارم چون برای خودم این اتفاق نیفتاده. فقط مسئله ای که هست اینه که موقعی که موها داره در میاد یه ذره زبر به نظر میرسه صورتتون، یعنی دست و اینوری که میکشید یه ذره زبره. اونم به خاطر اینه که خب موها رو کات کردید، شما قطع کردید و منطقیه. خب رسیدیم به این قفسه که پایینش هم کشو داره و نمیدونم اسمش چیه. اینو داریم که میگه تق کات. یه دونه آینه داریم. پیدا بودی الان؟ اوکی. میذارم سر جاش. یه عالمه کتاب داریم که درصد خیلی زیادیشون رو من نخوندم متاسفانه. سعی میکنم که بخونم برای تزیین که نذاشتم اینجا و قطعا سعی میکنم که بخونمشون. یه گل خیلی خوشگل داریم که یه بار سر یکی از ویدیوهام از دستم افتاد و کلن ریخت بیرون دل و رودش و گذاشتمش دوباره سر جاش و از اون موقع کلی هم رشد کرده، یعنی اصلا بام قهر نکرد و گل خیلی خوبیه. بریم سراغ کشوهای این قسمت. کشوی اول. توی این کشو بیشتر چیزاییه که مربوط به کلیپامه، چه میدونم کلیپس پارمیدا و تفنگ پلاستیکی و روجایی که برای پارمیدا استفاده میکنم و یه عالم سیبیل این زیر داریم و چه میدونم عینک‌های مختلف و اینجور چیزاه. و همین کشوی دوم. میکروفونم اونجاش کنم. توی این کشو هم زیاد چیزای خاصی نیست. چند تا از دفترامو که ازشون استفاده میکنم. چمدون حجت رو داریم جامدادی و این گلا هم برای اکس و اینا گرفته بودم.
و اودام هم گذاشتم این گوشه رو تا اینا اصلا اینجوری نبودن، همشون کله هم ریخته بودن و مرتبشون کردم یه عالمه جو اضافه موند. و اما میریم سراغ کشوی آخر. اینجا لوازم تحریرای فانتزی رو داریم، دفتر مفتر اینجا داریم، دفتر و پلنر و اینا، چسب زخم های فانتزی که بیشتر برای عکس و اینا من ازشون استفاده میکنم، پاکن های فانتزی که هیچ وقت بازشون نکردم تا حالا، خودکار و مداد و اینجور چیزا. در این قسمت اتاق ما کمد ها و کشوهامو داریم که توشون رو بهتون نشون نمیدم. یکی اینکه حس خوب ندارم راجع به اینکه بخوام مثلا لباسام بهتون نشون بدم، دو اینکه خیلی نامرتبه و اصلا وقت نکردیم اینجا رو مرتب بکنیم. و فقط همینجوری بهتون میگم که هودی هام این قسمته، تیشرت هام این قسمته، خودتون تصور کنید یه ذره لاشو. اینجا یه سری طبقه مبقه داره این تو، یه تیکشو نشون دیدی چه خبره؟ آره همه چی تو اینجا ریخته. اینجا مرتب نکردیم ولی اینو برای آزمایش گرفته بودم یه بار، پوشک. اینجا کلاگیسامونو داریم، انواع و اقسام پستیج ها و موها رو ما این قسمت داریم. نه اینجا رو نشون نمیدیم. اینجا چیه مینو؟ آها اینجا هم چیزا رو داریم، کلاهای بافتنی و زمستونی و اینا، اینم که هده و اینا رو هم میگم مرتب نکردم، معذرت میخوام. اینجا چی بود؟ روسری موسری و چال و اینجور چیزا، این هم اصلا مرتب نیست، درشو ببندیم. اینا هم مرتب نیست ولی بهتون نشون میدم دیگه. کلاهای نقابیم اینجاه، اینا هم نیاز داشته که مرتب بشه ولی کیه که حالشو داشته باشه. این قسمت هم دوباره همین، دمپایی خوشگل مامانیه. اینجا هم مانتو شومیز و اینجور چیزا هم توی این کموده. این که شما هم باز هرچی لباس اضافه مونده اینجا ریختم کله هم، چیزا خیلی خاصی توش نیست. خب اینم از روم توری که قولشو داده بودم. راستیتش دفعه اولم بود اصلا یه همچی مدل ویدیوهای میگرفتم، اصلا کلن آدمی هم نیستم که خیلی تا حالا ولاگ و اینا هم گرفته باشم. امیدوارم که خوشتون اومده باشه و معذرت میخوام که رسمت ها رو از جمله این کمد بگو ما داریم زحمت میکشیم و واقعا خیلی زمان برد تمیز کردن و مرتب کردن همینا. اون کمدا رو میشد تمیز کرد ولی خب کلا اصلا فاتی دوست نداشت لباساشو نشون بده. اینم هست و اینکه دوستتون دارم، امیدوارم که خوشتون اومده باشه و تا یه ویدیوی دیگه، خدافظ.